کم غذا خوردم یک دوست یه صبحانه ای ما خوردیم واقعا با هم صبحانه خوردیم؟ کانتیننتال آره اوکی منو از وسط بنتلی آورده برش داشتم آوردمش سرویس عجیبی گرفتم صبحانه بهش دادم شستمش خوشکش کردم نازش کردم خوب کرم مالیدم بهش کرم بهت داده اگه کلیم اگه میگه داده داده دیگه دیگه هفته چطور بوده هفته بعدی نبود چاتون خالی کار و اینا درگیرید آره من سه روز اولش خیلی درگیر کار بودم بعد میدید که دو هفته دیگه تابستون تمام میشه یا نمیدونید نه نه بابا نه نه تا اینو... آخر اینو من توی توییتر سالها پیش گفته بودم اینایی که تا تابستون خارجی ها تمام میشه میگن تابستون تمام شده یکم باشون مشکل داره موزه دارم نسبت بهش الان برای ما که فرقی نداره تابستون و غیر تابستون نه من منظورم هواییه اینجا دیگه شروع میکنه به سرد شدن دیگه آره دید... نگاه کنید سرما من که راضیم هر چی به سمت برف و اسکی بری من من که عاشق سرما هم اصلا کلا بیشتر لباس زمستونه دارم تا لباس تابستونه <تصال> <تصال> نونوار میشم موقعی که زمستون میاد میخوای اونطوری تو گوشی نباشی داری چیکار میکنی دارم استوری میذارم ها الان وقت به وسط دارم اپیزودی ما استوریشونو بذارم آقا این یارو یه از آن از آن از از بوی میده اون جا بوی میده بوی 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 اینا رو واقعا چه تیشرت قشنگی باز شد رنگ های زیبا میپوشن بخواستم مشکی بپوشم نه کار خوبی کردی این تخصیص منه نه هرچی رنگای شادتر بپوشیم بهتره آره. بازی باز بازی بارسا رو آلمان ها معلوم میان یه هفته مثلا یه به برزیل زدن یه جا یاد میاد جام جانی این کمک مربی همون مربی یواخم لوف بود که به برزیل هفته زدن فهمدین یاخم لوف؟ بله یاخم لوف لوف نه یاخم لوف بعد دیروز هم هشته به بارسا زدن من رئالی ام هشت که هفت تا زدن دیگه دیگه هشت, دیگه. هشت بازی کل تو... نه یه بازی بود هشت دو. آها یه بازی هشت شد یا دو تا بازی رو یه بازی هشت دو. تو راه که میمدیم کارون این یه رفت یا برگشت یه بازی است به خاطر اینقدر رونا رونا دونه رو به هم بخیر به با من رعالی هم دیگه دیروز میرونستم بازیه بعد داشتم کار میکنم حواسم پرچه بود رعالی پر هم بگم مثلا در جد اسپانیش یهو یادم افتاد ای بازی رفتم نتیجه رو چک کردم دیدم مثلا دقیقه 78 بود چند بود 5 دو گفتم به بقیه دیگه بقیه‌اشو ببینم رفتم دیدم یه سه تا دیگه خوردن و شد 80 و... آره شاید تماشا که نداشته باشه بارسا نمیدونه نه کلا اصلا گلای که می‌خوردم معلوم بود اینا ذهنی این به هم کاره نیستن نه اصلا ذهنی به هم ریخته بودن گلای خیلی آماتور دیگه آخرای بازی می‌خوردن بعد با مربی هم که فوتبال دنبال نمی‌کنه سوال بپرسن بفهمید اتفاق افتاده واسه تیم بارسلونا که یعنی تغییری توش اینجا شده که حالا اینطوری دارن صداش رفت یا مربیشون رو جدیدا عوض کردن آره اول 2020 مربیشون رو عوض چقدر کردن چرا کج نشستی اصلا خیلی ناراحتی خب دوست ما بخوام اینطوریش کنم اونجا میزنه تو صورت دست تو که کاغذ هم نداری راحت میتونم دست بگیرم میکروفونو بخ میشه الان بخواید انجام آه. بدیم اه. خب آره اول 2020 مربیشون رو عوض کردن آه. دیگه اون آقای راموس نیست والورده دیگه نیست والورده نه بگو چی بود مربی قبلشون؟ نمیدونم والورده همین کسی که گفتن از چه میدونم از بین گوستوانداشه آورده آره این نمیدونم اصلا از کیکو سیتیان اگه نکنم

آره دیگه مثل بابا ها میشه دیگه سیویل هم داره بله سیبیل عجیبی داره فرض تو چی چیکار کردی؟ نه منم هفته عادی بود و مثل همیشه کار و نه هندونه بود. و غذا و هندونه رد این می هفته؟ نه تا امروز <laughs> تا امروز آورده <laughs> یه دونه امروز پستا این هفته میخواستم چیز بهت بد بدم <applause> میخواستم و دیگه دمه سوال نکنی دیگه اگر نردی که دیگه, نه دیگه از خودت میخوام از پولو مشتی بود شب به آقا تکس دادم میگم عدس از پولو بیار فردا بیزی یه نه نمیخوام نه آخه داشت فردا نمیتونستم بخورمش دیگه <applause> بله خیلی, خیلی خوب شده بود این هفته حالا <applause> برها تا اینجا رو کامل از بین نبره خب اینم کامل با کنی دیگه نه دیگه همین این خودش خیلی خوب شد خب بازش کن که راحت آی. اوه اصلا گرم هم شده انقدر تکون خوردم خب فراتوش <applause> ای تو آلبوم هیدن گرفتی آره من دیروز از خواب بیدار شدم دیدم ایمیل از مهرات هیدن اومده برام شخصا شخصا بهش گفت ایمیل نده آره گفتم آره پخش میشه بعد به فارسی هم بود اینا فکر کردم که مثلا فیک و ایناست چون وقتی که من اینو پیش خرید کرده بودم آلبوم تونی خب کسایی که آره نمیبینن ما اینجا داریم پایه میکروفونه اینا اینایی اینا 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 ای که الان هست فقط میبینن نگران نباش خب بعد یهو دوزاری افتاد که آره من اینو خریده بودم و ای ول مثلا تاریخش شده ولی تا باز کردم فایلشو یه ویدیویی که شخصا مثلا داره با تو صحبت میکنه ایشون گفتن که حتما دونه اسمتونم صدا کردن آره. جو فرهاد فرانسیس فرانسیس گفت اینا رو دونه دونه گوش بدید یه قصه است یه سری و اینا اینو تو اینستاگرام نوشته یعنی پشت هم آره پشت سر هم با من چون تا وقتش نداشتم اینا دیگه گوش ندادم ولی... استاد اینم واقعا گوش بدم تا آلبوم <تصفح> ببینم ولی ریانشه الان فرهاد یکی دو تا اپیزود اپیزود نه چیزشو گذاش آهنگاشو گذاش خیلی آهنگای خوبی بود من منتظرم که روی اپل میوزیک بیاد که بتونم گوش بدم من واسه بچه ها نمیفرستم تا هوم. آره تولید کننده و راحت آره. بریم سر اپیزودمون دکمه رو اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزوان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام خیلی ناراحت شده که چون نمیگم جریان داری فراد فرزاد مامان تو میتونی سلام کنی حتی دقیقه سلام, سلام, بگو مشکل چی به چی خندی تو یه دور به من نگاه که گفتی هفته او. بعد یه دور به که نمیگه گفتی هفته اون دید عقب بون. یه دور به من نگاه هفته <تصفيق> <تصفيق> آره امروز اپیزود 237 ماست مطمئن نبودم بچه ها قبل این اینترو داش میرفت پرسیدم اول از همه بگم که امروز که ما داریم زبط میکنیم تولد روژینه مبارک آره روژین تولد مبارک یکی از میمونترین روزهای تاریخ بشریت خیلی پرسیدن که روژین چیکار میکنه ما اسمشو میاریم روژین آره حالا من برای کسایی که تازه عضو شدن میگم روژین عضو پنجم خودکسته خودکسه تیم پنج نفر است و ایشون کارهای سطح بالا رو انجام میدن کارهای مدیریتی برای ما مهمون خیلی باحال مثل خانم شیما پیلوبر رو پیدا کردن توییتر دست ایشونه بعد اصلا منو با فضای توییتر آشنا کردن کسایی که رو میبینم من دارم هر روز توییت میزنم از ایشون یاد گرفتم و اینکه خلاصه ایشون تنها عضو بانوی خودکست هستن درسته بله, بله خلاصه تولد مبارک مرسی که این همه به ما کمک کردی دوم اینکه تولد خودکست بود 13 آگست و هفته ای که گذشت پنجشنبه تولد خودکست بود یه پست گذاشته بودیم خیلی‌ها به ما ابراز لطف کرده بودن دمشون گرم و اینکه ما... س... سه سال شد آره الان سه سال شد سه سال. و سوال من از اینه که اصلا فکر میکردین سه سال یه چیزی ادامه پیدا بکنه ببین اون صبح ریلیست که اصلا من این که شد. این روز آخریه که ما داریم کار رو انجام میدیم چون قشنگ من و ایمان داشتیم به این فکر میکردیم که بیاریم پایین از رادیو جواب مریضی مگه بعد آخر آدم خودی بخوره بده مثلا برای چند نفر فرستادن خیلی مسخره بود خیلی بیمزه اون اینتروی که تو گفت خیلی بیمزه بود آه اینتروی آبا. که الان دوباره اومد آره. شما نباید نقد کنی طرف مقابل رو نوشته بود حاصل دسترنج هر انسانی رو شما باید ازش تعریف کنی بالاخره طرف وقت گذاشته تلاش که ما خودی داشتیم میخوردیم خیلی مره. بود بعد دیگه اعتماد و نفس نمیمونه دیگه نه اینکه حالا از اولم داشتیم نداشتیم بعد خودی هم که داشتن اذیت میکردن بدتر شد یه جالبی که من حالا در مورد صحبت میکنم تو اپیزود ارفان داشت میگفت یه مصاحبه داشتم از ارفان خاننده رپر بله ارفان پایدار داشتم نگاه میکردم میگفتش که توی شهر خودمون ما خیلی بیشتر دیست میشدیم تا بقیه شهرها میگفت مثلا ما تو اله خیلی بیشتر هیتر داشتیم تا مثلا شهرهای دیگه که میرفتیم همه ما رو دوست داشتن و اینا ولی شهر خود آدم مثلا اینطوری که هیت خیلی بیشتر میشه و نمیدونم چرا من فکر کنم بدم چرا آره بگو تو آهنگاش <applause> جواب قطعیشو <آهنگاشو> داره واسه <applause> پادکستش میگفت نه نه آهنگوی. برای یه چیز برای آهنگ و آره آه، چون من اینو دیدم هم موقع داشتم بهش فکر میکردم همین چیزو دیدی همین تیک مصاحبه آ بعد خدا رو شکر مثلا خوله میو در نیوردن خب بعد اینه که من من حس میکنم و نمیدونم شاید فکر مریض منه که چون دور و خودشون نتونستن اون کارو بکنن یا خودشون تو ذهنشون بوده همچین کاری بکنن عملیش نکردن یا حالا دلیلای این شکلی نه نگید اینجوری شاید بعضی نظر, نظر شخصی شده داره شخصی داره او نظر شخصی, نظر شخصی, شخصی, شدن بعضی اینطوری فکر کنن بعضی فکر واقعا میخوان انتقاد سازنده بکنن شاید به مزاج ما خوش نمیاد جای <coughs> تو چی تو فکر که اصلا سه سال تو که دیر وارد شدی ولی خب برای نه ولی خب من یادمه که یه مدتی بود قبل اینکه اون حالا اپیزود بره آنلاین توی دراپ باکس شیر میکردی که بشنویم اینا من خب یه سری فیدبک میدادم یه لحظه چی فکر کردم که سه سال شده از اون موقع خیلی, خیلی تو بعد فیدبک هم رو چیز میده ایش... یه... روی لوگو میدادید من یادمه فیدبک آره ایمان خب ش... توی یه گروه درست کردیم مریض و بدی داشتیم اون لوگو خود شو. سل... حلقه و مغز و ریش و... روزای باحالی بود خلاصه من توی اون پست هم از همه تشکر کردم که به ما کمک کردن که به اینجا برسیم آره که شما گوش نمی‌دیدین سه سال که خب ما مثلا تولید نمی‌کردیم دمتون گرم مرسی از همگی اگه بخوام شروع بکنم اول میخوام از یه چیزی هم می‌خواستم بگم اوکی. چند نفر از کسایی که ما باشون صحبت می‌کنیم توی تلگرام بچه‌های کنکوری هستن این حالات من با اینا که صحبت کردم از دو جنبه مختلف داشتن راجع به صحبت میکردم ولی چیزی که حالا واقعیت داره الان فشار وحشتناکی رو بچه کنکوری هست به صورت کلی که همیشه فشار روی بچه کنکوری هست الان به خاطر اوضاع کرونا و شلکن کنسف کنی که دولت داره در میاره این فشار مضاعف میشه و اه. حالا شما ها دبیرستان نخوندید تو ایران نمیدونید جواب آدم پایینیه <تصفح> اصلا ندیدیم دبیرستان سنگینه سال سنگینه اصلا من آقام پاریسیه <تصفح> ایران ندیدم <تصفح> اون یه سال سال سنگینیه بعد به اواخرش هم که میرسه خب فشار بیشتره ولی میگم الان به خاطر کرونا هی یه دور گفتن عقب نمیندازن بعد گفتن عقب میندازن بعد دوباره گفتن نمیندازن الان الان همین امروز فرهاد چک کرد قرار آخر مرداد باشه یعنی 5 روز دیگه حالا نمیدونم وقتی که پخش میشه تنوز همین خبر هست یا تاریخش عوض کردن یا نه اینا که به کنار کسی توی این قضیه شک نداره که فشار زیاده من فقط به عنوان یک کسی که این مسیر رو رفته به اونایی که الان کنکور دارن و شاید ما رو میشنون و استرس دارن میخوام فقط یه جمله بگم اینکه مستقل از این که نتیجه این کار چی میشه شما بالاخره تلاش کردید برنامه ریزی کردید یا هدفی دارید مستقل از اینکه خروجی قضیه چی میشه رتبه شما چی میشه چه دانشگاهی میرید این توی آینده بلند مدت زندگی شما ممکنه تاثیرش کمتر از چیزی باشه که شما انتظار دارید و در واقع تبلیغات براش انجام میشه توی دبیرستان حالا توی تلویزیون به شما میگن کنکور خیلی مهمه نه فلان دانشگاه برید اصلا زندگیت عوض میشه فلان 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 اینا تا حدی ممکنه تاثیرگذار باشه ولی اگر هم به اون هدفتون نرسیدید اگر هم دقیقا همون چیزی نشد که میخواستید این توی بلند مدت توی زندگی شما تاثیر خیلی پررنگی نخواهد داشت بالاخره عرصه های دیگه توی زندگی تو مطرح میشه که توش تلاش میکنید توش موفق میشید و حالا همون یه در واقع حادثه چهار ساعته تو سن 18 سالگی ما لزوما خیلی تاثیرش پررنگ است اینو گفتم که یه ذره شاید حادثه. آره شاید, شاید, شاید یه ذره راحت بهش نگاه کنید اتفاق خاصی قرار نیست بیفته اصلا چیز وحشتناکی نیست توی بلند مدت هر اتفاقی که برای شما افتاده باشه ممکنه کاملا نتیجهش عوض بشه و میگم خیلی ارسای دیگه ای هست که توش میتونید تلاش کنید و خودتون رو نشون بدید و اون حالا یه امتحان چهار ساعته اونم تو شرایط الان که این همه فشار و استرس هست خیلی نقش پررنگی توی زندگی شما بچه که بودیم مامانم اینا مثلا راهنمایی هم برایشون خیلی مهم بود یعنی این اینو ای امتحانه که بد, بد بدید دیگه زندگی دست به میره ولی خب واقعا این اینطوری ای نیست دیگه الان می بینیم که ما همه امتحانا رو بد دادیم آخر راهنمای همیشه قرار بود که کنکور معدلی بشه ما باید آره. رو خوب می‌دستیم آره. تو،, تو کارون کنکور داشتی روز قبلش مثلا چه حسی داشتی کاش نگا الان نا من نه من اتفاقا خیلی دوست داشتم بگم چه کارهایی کردی گفتم شاید نگیره من خیلی دوست داشتم که اون روزه برسه جدی آخرش که خسته شده بودم فقط خواستم تموم شه بره و برگردم به زندگی عادی اون روزش هم با بچه ها ساعت چهار عصر نه پنج و شیش با کوروش و یکی دیگه از بچه ها رفتیم کوروش کوروش یه چند ساعتی راه رفتیم و دیگه شل کردیم فرداشم رفتیم آه روز قبلش رفتین راه رفت شد آره, آره آه فکر کنم بعدش بعدش چیکار کردین رفتین شما بعدش که دیگه اشغال بود دیگه بعدش آها اون موقع کنکور سراسری آزاد جدا بود فکر کنم الان یکی شده ما سراسری دادیم یه هفته بعدش هم آزاد بود بعدی بعد دیگه خیلی اون دی هفته خیلی حال داد دیگه مثلا داده بودم و میدونستم خوب دادم آره ولی یه رفتیم وسط و بعدم دیگه آزاد دادیم دیگه فس مدرسه به ما ورقه داد که بتونیم بریم گواهی بگیریم با تبریک میگم اینجوری اینجا مثلا رو سرش اونجا اجازه دادم آقا از کجا شروع کنم هفته گذشته چند تا کامنت اومد برای اون اشاره ای که شد به پارس کردن و من رفتم بخونم ببینم داستان چیه اینکه اعراب برای مسائل مذهبی این کاری کردن و فلان و اینا خب زیاد بود دیده بودم ولی خب شخصا تو کتم نمیرفت که اینقدر نفرت میتونه عمیق باشه که مثلا بیان یه همچین اتفاقی بیفته برای همین گفتم یکم بگردم ببینم داستان چیه داستان حالا تو اونجا که من خوندم از این قراره که در اصل اصلا این فعل پارس کردن با سه سه نقطه نوشته میشد و ریشه هم داره هم ریشه است با زبان سانسکریت که یه زبان قدیمی هندی آریاییه که مال 5000 سال پیشه و کلا به معنای نگهبانی دادنه و اشاره ای به اون صدایی که حالا سگ خودش در میاره موقع انجام دادن حالا اون فعل اشاره ای نداره و به حالت تدافعی سگ در اون حالت میگن پارس کردن که نشانه داره از نگهبانی دادن یا پاس داشتن حالا تو همیزی آره این, یه،, یه چیزه یه نظریه است من یه جا دیگه یه تحلیل دیگه خوندم یه ویراستار نوشته بود اون بخشی که راجع به زبان سانسکریت میگه اینجوری بود که اون لغتی که تو زبان سانسکریت از ظاهرا باسه بی اچ ای, ای اس میگفتش که مرسومه که ته به به تبدیل بشه توی زبان سانسکریت به فارسی تا فارسی پهلوی تا به به په هم. اگه این درست باشه اینی که الان ایمان اشاره کرد این منتفی میشه یعنی این که این از زبان سانسکریت نیامده ولی یه نظری دیگه هست که این از پاس کردن میاد پاس از پاسبانی میاد اه، اه، اه. ولی جمعی جوانه رو در نظر بگیرید این هیچ ربطی به حالا اون نفرت پراکنی که راجع به عرب میشه نداره پارس کردن حالا پاس کردن هر جوری که میگیم اون در واقع که سگ انجام میرسه آره خلاصه تلگرامی چی از این پست تلگرامی در مورد خودکست که در مورد صحبت کردیم و این یه سگوی خیلی خوب میشه برای اینکه بریم سر اپیزود این هفتمون راه سگ رو بعد <تص> شاید حالا یکم خسته کننده بشه آخرای اپیزود ولی خب یه جنبه تقریبا آموزشی آموزشی که نه ما میخوایم تجارب خودمون رو برای تولید پادکست در اختیار بعضی از انسان ها چیه؟ چرا اینجوری شدی؟ یاد ایدا افتادم که ای بابا ایرانی ها <applause> خدا ما پایینی هست نادر هم هست نادر نادره نادر قهوهی چرمونه کسایی که در میشنه هم این دنپایی پام بود دنپایی نادریشون خندیدم بهش ببخشید تن پام هم نکردم همینو برو خدا رو شکر کن بعد آره میگم ما میخوایم یه ذره تجربه خودمون رو برای تولید پادکست اینجا به اشتراک بذاریم داره میمیره فرهاد یه از من اینو بگم فرهاد یه چیز داره یه کیس استادی داره روی پدرای ایرانی خب رفتار پدرای ایرانی و فرهاد به زیبایی تحلیل که من چند تا نمونهش رو بگم که شد فرهاد داره گریه میکنه اینو بعدا بنداز اون که عشقش دیده مثلا مدل راه رفتن دیدید مثلا پدرای ایرانی یه مقدار کمر رو به جلو مثلا 10 20 درجه دست و پشت اینجوری راه میرن مثلا خرید که میرن و اینا مغازه اینجوری نگاه میکنن ولی صبح یه چیزی فرهاد رو کرد من دیگه مردم از خنده میگه که دیدی مثلا تلفنی که صحبت میکنن یا یه دیالوگی با یکی دارن بعد دیالوگ که تمام میشه برای خودشون تو چهار پنج ثانیه خلاصش رو میگن مثلا تلفنی صحبت کردن که چه میدونم مثلا عمه اینا مثلا برای بچهشون خواستگار اومده و مثلا اینجوری شده طرف مثلا فوق لیسانس داره خونه داره فلان جا تلفن که تمام میشه مثلا با خودشون هم صحبت میکنم <تص> <تص> هم چیزی فراد میگم نگاه مثلا رو به گوشه اتاق از فوق لیسانس داره خونه هم داره ماشاءالله اینا یه مرور سری میکنن و ادامش <تص> <تص> والا <applause> ما پدر اون تو این نبودن نمیدونم حالا <applause> بعدم مثلا بیشتری میزنیم بیشتر. اجازه بدی ادامه ببرن. بدم این اپیزود رو شروع بکنیم یا مرتبطه دیگه پادکست ساختنه نه no, نه no. هیچ ارتباطه اینا عملیه و حالا در مورد چیزایی که نیاز هست برای تولید پادکست صحبت میکنیم اگر هم من چیزی از قرام انداختم شما نظراتتون رو بگید لطفا اولین چیزی که من به هم پیشنهاد میکنم اینه که اگه میخوایم پادکست درست بکنین اول پادکست گوش بدین باز نظر من چیز خیلی مهمیه که اول کمک میکنه شما بدونید با پادکست های مختلف آشنا بشین و تو این مرحله میفهمین که چه سبک پادکستی رو دوست دارید به چه چیز چیزی علاقه دارید و اگر که حالا اینجا هستید احتمالا این مرحله اول شما پاس کردید پادکست های مختلف رو گوش دادید و حالا الان میخواین پادکست درست بکنین مثال شخصی اگه بزنم من خودم پادکست های گفتگو محور رو خیلی دوست دارم به نظر من یه, صمیمیتی زر... سمیمیتی توش هست که شاید توی پادکست های دیگه نباشه حالا این به این معنا نیست که فقط همین پادکست درسته پادکستی که من دوست دارم خیلی هستن که پادکست علمی دوست دارن پادکست های داستانی سینمایی و غیره و اول تصمیم بگیرید که خودتون چی دوست دارین چون که اولین شنونده پادکست خودتون تقریبا خودتونین و خیلی مهمه که دوستش داشته باشید قسمت دوم در مورد پادکست گوش دادن شما چیزی ندارید بگید یه نکته من من یادم که اولین صحبتی که با من کردی و ایده پادکست رو دادی من دو تا پادکست کلا گوش داده بودم تا موقع گوش میدادم یکیش کمدی بود یکیش هم پادکست کامبیس حسینی بود پس رفتم همین که میگی رفتم هی پادکست مختلف گوش دادم ببینم چی ها چه شکلی میگن چه شکلی حرف میزنن خیلی ایده بهتر و کامل تری به هم این که پشت میکروفون میشین چه باید حرف بزنید خیلی بوده من هم یه خاطره دارم قبل اینکه مثلا من اصلا پادکست گوش بدم یادم ایمان همیشه هم میگفت که از جوروگن حرف میزد نمیدونم چی بود حالا من تو ذهنم از جوروگن فکر میکردم فایتره فکر میکردم خب حالا یا هست و بود و اصلا چیز نمیگرم به گفت آخو چرا یه اپیزود از این گوش نمیدید ببینید مفتم باشی گوش ده. همینطور هفته به هفته گوش دادم نه ولی بالاخره دیدیم به زور من شما رو چیز کنیم اصلا آره کارم دوستش داره تو, تو... تو نظری در این مورد نهاری برام بعدی نه من اون موقع که گفتی که گوش نمیدادم فکر کنم هیچ پادکستی رو بعد فکر کنم یواش یواش شاید گفتگو محور مثلا پرگار تو نگاه میکردی پر پرگار خب پادکست نبود آره اون برنامه بود ولی بعدش کامپیوت حسینی رو فکر کنم من شروع کردم با تید ریدیو اول بود و نمیدونم آره ولی اصلا گفتگو مهفر ما هنوزم فکر کنم هیچی رو گوش گوش نمیدی آره خودمون دیگه گوش نمیدی نه خودمون هم گوش نمیدیم <تصحنت> <تصحنت> از وقتی که پاز نداریم خودمون هم گوش ندارم عالی <تصحنت> شد قسمت دومی دو که میخوام در مورد صحبت کنم پرورش ایده است که به نظر من قسمت جالب کاره و یه ذره ظریف کاری داره اینکه یه بابای نوشته بودش که به اندازه آدمای رو زمین ایده وجود داره برای پادکست که هر آدمی با ذهنیت و تجارب خودش میتونه یه ایده برای پادکستش داشته باشه این ایده میتونه خیلی حالا کلی و حالا باز باشه مثل خودکست که اینطور تعریف شده که پادکست گفته گفتگو گفت محور در مورد موضوعات مختلف که هیچ حد و مرزی هم تقریبا نداره در مورد همه چیز صحبت میکنیم مثلا میتونه خیلی اسپسیفیک و خیلی مختص باشه نسبت به یه چیزی مثل مثلا بچه های دست کست که در مورد دست صحبت میکنن مثلا موضوع قبلیشون چپ دست ها بوده در مورد دست شویی صحبت کردن در مورد کلمه دست توی دست. کلام داو کلمه دست توی حالا عبارت های مختلف صحبت میکنم و مثلا نگاه میکنه که از کجا اومده و چه جوری جوریه چه من منتظرم اپیزودشون روی سری لغاتی که دست داره بیاد من راهنده کی ببینم مثلا <تصفح> بله آره خلاصه من من دوستشم من دو سه تا اپیزودش رو گوش کردم خیلی جالب بود چند دقیقه اپیزودشون اپیزود آخرش 40 دقیقه بود در مورد چاب دستا صحبت کرده بودن با کسی که پروژه جهانی چاب دستامون آره دقیقاً بعد رفته بودم با مدیر انجمن چاب دستا توی ایران صحبت کردن یا حالا شاید مدیر اون کلمه مناسبش نباشه و خب جالب بود به از خیلی ایران آره آره و اپیزودهای جالبی بود اونقدر گفته گو محور نیست شاید بعضی جاش مثلا اسکریپتد شده است ولی خب ایده ای پادکستشون بوده و داره جواب میده و جالبه بازم بازم میگم فرقی نداره که ایده چیه مهم اینه که ایده رو شما دوست داشته باشین و بهتون اسمینا میدن یه سری آدم هستن که اون ایده رو دوست دارن یعنی اینو من مراتب دیدم که مثلا یه که آدم فکر میکنه که واسه اینو کی دیگه نگاه میکنه میبینی که میرن و گوش میدن و مخاطبین خودشو داره و بهتونم پیشنهاد میکنم که توی اون فاز ایده پردازی که هستین ببینین که چطور میخواین پادکست رو انجام بدید آیا تنهایین یا مثلا میخواین با کوهست داشته باشید میتونین با کسی با دوستاتون باشین یا حتی در مورد اینکه سرعت تولید پادکست هم در موردش صحبت بکنید میخواین چقدر باشه در واقع هر اپیزود چند دقیقه باشه آیا میخواین برش لیمیت بذارید نمیخواین در هفته میخواین اپیزود بدی بیرون یا نه و خوبه که یه ایده کلی از این پادکستی که میخواین تولید بکنید داشته باشید صد درصد خیلی از این نکتا عوض میشه توی طول حالا فازای بعدی که در صحبت میکنیم ولی خب یه تصویر کلی از پادکستتون داشتن خیلی بهتون کمک میکنه وقتی هم دارین ایده پردازی میکنین مهمه که هدفتون رو از تولید پادکست بدونین چیه برای تبلیغ کسب و کارتونه آیا یا مثلا میخواین فقط برای جنبه تفریحی داره حالا شاید برای مثل ما یا میخواین جنبه آموزشی داشته باشه واقعا میخواین یه چیزی رو به کسی آموزش بدین یا مثلا میخواین ازش پول در بیارید هدف بیزنسی هم میتونه داشته باشه دیگه شما اینو دارین تولید میکنید که به پول برسه هدف ما چی بود فقط تفریح بود برای من که از آورش تفریح بوده حالا شاید تفریح <تصفح> به معنای شهر بازی رفتنی نه ولی مثلا همینطور آره تایم خوب... خوبی و دور هم مثلا آره. شو خودت گفته بودی که همیشه تو ذهنت بود که پادکست بزنی یعنی فراتر از تفریح بوده چیزی بوده که میخواستی من همیشه دوست داشتم این کار انجام بدم میگم حالا هدفم ممکنه عوض بشه شاید شما مثلا بعد از چند سال تولید پادکست به این فکر بیفتین که خب شاید بعد نباشه من از این وقتی که دارم میذارم یه تولید درآمدی هم داشته باشم ولی اون هدف اصلیتون رو تحت تاثیر قرار نمیده شما مثلا همچنان ماها داریم برای اینکه یه تایم یه زمان خوبی رو شنونده با ما بگذرونن داریم تلاش میکنیم دیگه داریم سعی میکنیم یه سری حالا مفاهیم رو شاید با اون ایده ای کمی که خودمون ازش داریم توضیح بدیم با یه زبان مثلا جوانانه نه چندان مناسب هم از گاهی درسته؟ آله. من داشتم به این فکر کردم که مم. مم. <تصفح> <نه> من, <همشه. التصفح> <تصفح> من داشتم به این فکر کردم <التصفح> <تصفح> <تصفح> نه و یادم مثلا از دوران راهنمایی ما موقع سر کردیم یه پلتفرمی رو درست کنیم توی همون مدرسه رشاد توی اکباتون بود که مثلا بچه ها دوره آقا آقای چفته سلام آره بچه هاش بودن رشاد رشادتون رشاد بعد ما یادم یادمه توی اون اتاق اون آلو سعی کنیم یه پلتفرمی درست کنیم مثلا آدم ها بیان راجعه موضوعات مختلف صحبت کنیم بعد ما حتی شروع کردیم آره من که حرف میزدم تمام رو. توجهاتون جای دیگه بدید آره که با... موقع که من حرف میزنم شما تمام <تصفح> توجهاتون به منه <تصفح> <تصفح> خب بعد به با اون موقع شروع کردیم یه هفته نامه تور دادن بیرون توی بله. مدرسه بعد خیلی هم تفکر انقلابی داشتیم موقع فکر میکردیم که الان ما باید مدیر مدرسه رو سرنگون کنیم از طریق همین هفته <تصفح> <تصفح> نامه, نامه که میدیم چون رابطه خوبی با معلمان نداشت و البته ایشون فوت شدن آره ولی اون موقع جمع میشدیم و دوست داشتیم مثلا راجع یه سری موضوعاتی صحبت کنیم این حس تو من بود بعد مثلا جلوتر رفتیم دبیرستان که فرصتش از ما گرفتن اصلا نمیشد بعد تو دانشگاه هم دوباره اوایلش که سر داغی داشتیم خاطره دوست, دوست داشتیم که با بچه ها مثلا نفری مثلا چنان یه بخشی از یه کتاب بخونیم بعد هر از چنگ هم جمع شیم و راجعش صحبت کنیم که یک بار همین کار انجام بدیم اسمش هم خواستم این <تصفح> پادکست هستن یا <تصفح> گروهش رو درست کردیم مثلا موقع گوگل گروپس بود مثلا موقع <تصفح> درست آوca. کردیم پیچ وقت اون کار انجام ندادیم ولی این چیزه بود این علاقه تو هم بود و حالا این با ایمان که این قضیه رو شروع کردیم کمکی که کرد این بود که به خودشناسی بهترمون جمله اصلا یه شروع کردیم آره آه، آه. باعث شد که بهتر خودمون رو بشناسیم چون بالاخره توی هفته حالا به یه موضوعی فکر میکنیم پرورشش میدیم راجبش میخونیم و الان طوری شده که باید نظر شخصی خودمون رو هم موضع گیری شخصی خودمون رو هم توی اون موضوع دخیل کنیم و این باعث میشه که خب فکر کنیم به موضوعاتی که شاید اگر روند عادی زندگی رو طی کردیم خیلی بهش نمی پرداختیم این باعث میشه که حالا به خودشناسی شاید بهتری هم برسیم اینا حالا توی اون قسمت ایده پردازی شاید میگم شما به همش نرسید یعنی خیلی از اینا رو ما توی طول همین سه سالی که داشتیم پادکست تولید میکردیم بهش رسیدیم خیلی ز عوض شد خیلی کارهایی که قبلا فکر میکردیم خیلی باحاله الان به نظر میاد چقدر کار احمقانه ای بود تو این شوهر ما فکر بیای، واقعا باحال به نظر من هنوزم باحاله. باحاله اون موقع باحال بود با با ولی الان چرا باحال نیست چرا مایه خجالته دیگه ما هر هفته با هم دیگه ور رفت یادتون میاد کجا این زبط شد بله گرم بود روی یه روی یه چلو که هوا آره <تصفح> مجبوری در رو ببندیم خیلی هم گرم یه فن کوچولو اونجا فن خاموش میگم که صدا نه تو دانشگاه بودیم؟ نه خونه ایمان بودیم تو دانش بودیم خود ایمان نبود خود ایمان ایران بود پس گفتم چند روز پیش بهش یه مسیج گفتم که این اینتروی که شما میشنوید اگه بخواید بدونید تو خونه شما ضبط شده خب ما ایده پردازیمون هم کردیم دو سوم چیزی که برای من جالب بود تو این ترتیب بذارم این خیلی من خیلی که چرا دروغ مثلا سه چهار تا چیز مختلف مطالب مختلف هم خوندم در حالا مورد ساختن پادکست و یه سری اوردر اینا رو عوض کردم نسبت به چیزی که فکر میکردم سومش به نظر انتخاب اسم انتخاب اسم هم میتونه پله خیلی مهمی باشه اینکه اسمی که انتخاب میکنید باید جذاب باشه و خیلی گیرا باشه به قول معروف خیلی کمک میکنه که به نظر من شما بیشتر در دسترس عموم قرار بگیرید مهم اینه که آسون خونده بشه و نوشته بشه برای کسایی که میخوان سرچتون بکنن زیاد چیز مثلا خوستن تنیه مثلا بذارید شاید نه خونده باشه. میشه نه نوشته <laughs> <بشه>. <laughs> اه اه یه باید. کیک چی خونده بود بعد یه <تصفح> موضوعی هم که به نظر من خیلی مهمه چرا اینجوری میکنی؟ چرا نمیذاری اپیزود <تصفح> زبط بشه؟ کارونی کامنت میده یه موضوعی هم که به نظر من مهمه اینه که توی فضای مجازی اگر که میخواین توی هر پلتفرمی که میخواین حضور پیدا بکنید مهمه که یک جور نوشته بشه اسمتون این اول به در اون شنونده کمک میکنه که اگر که یه جا مثلا سرچتون کرد جاهای مختلفی که هستید مثلا مثل توییتر و اینستاگرام و اینا همش در دسترس قرار بگیره و اینکه برای شنونده راحت تره که فقط با یک اسم باشه مثلا اگر که میخوایم بزنین اسمتون رو خودکست و خودکست گرفته شده توی اینستاگرام مثلا اینجا نزنین خودکست پادکست اون که باشه خودکست 92 اونجا باشه یه دیگه اینا رو برید در واقع نگاه بکنید و اگر که میبینید اسمو گرفته شده در بیشتر فکر, فکر بکنید ببینید اگر میتونید از اسم دیگه استفاده بکنید چند وقت پیش یاد دیدیم یه پادکست دیگه هم هست کردی یه زبان دیگه آره، یک آره، آره. آره. چیز تو توی آره. آره. من نیدم جالب بود یه پادکست دیگه به نام پادکست الان داره تولید میشه ام از اینجا بعد میخوایم بریم سر اصل مطلب اینکه شما ایده رو دارید اسمتون هم پیدا کردید و میخواین حالا چکار کنید میخواین ضبط بکنید به چه تجهیزاتی نیاز دارید و در مورد ضبط پادکست ما صحبت بکنیم برخلاف باور عموم و شخص خود من اینه که ورود برای ورود برسی پادکست نیاز به تجهیزات آنچنانی وجود نداره شما همطور که میدونید خودتون ما از تو گلدون شروع کردیم بچه ها تو گلدون بود میکروف پای میکروفونمون گلدون بود و میشه با یک موبایل و یا هنس فری میشه اپیزودهای با کیفیتی ضبط کرد و چیزی که خیلی مهمه اون محتوای پادکست است و کیفیت صدای شما نوتیفیکیشن داره میاد دارم دیوونه میشم اینو من بعد دیگه ببندم محتوای خود پادکسته و چیزی که مهمه اونه و دیدیم که آدما با صدای بد میتونن کنار بیان مثل فصل قبلی ما که مجبوریم روی زوم ضبط بکنیم خیلی با حالا صدای که تولید میشد مشکل داشتن ولی خب با محتوای بد شدیدتر برخورد میکنن آدما البته بگم که پله های قبلی هم که گفتیم خیلی دیکته میکنه که شما به چه جور تجهیزاتی نیاز دارین مثلا اگر میخواین دو نفر یا مثلا مثل ما چهار نفر باشید خب به مراتب هزینه اولی که باید بکنید بیشتره چون شاید به چهار تا گوشی نیاز داشته باشین یا به چهار تا یا به چهار تا میکروفون نیاز داشته باشین ولی خب میگم با یک موبایل هم میشه شروع کرد و مردم نتیجه خوبی هم گرفتن ازش شما حالا به چیزایی که نیاز دارین معمولا یه میکروفونه و یه دستگاهی که صدای شما رو ضبط بکنه که من بعد از تحقیقات زیادی که انجام دادم چندتا تا پکیج بهتون معرفی میکنم و اینو افراد مختلف و پلتفرم‌های مختلف اونا پیشنهاد کردند و متاسفانه این به دلار هست چون من تومانی شو هرچی بگم ممکنه عوض بشه برای همین من به دلار میگم و معذرت میخوام از این دلار کانادا دلار امریکا. آمریکا آره اگر که یه اپیزود فقط یک نفره میخواین ضبط بکنید همونطور که گفتم شما میتونید از گوشی خودتون هم استفاده بکنید هیچ مشکلی نداره شاید یه ذره حالا جایی که باید این رو ضبط بکنید باید جایی ساکت تری باشه چون که میکروفون گوشی صداهای بیشتری و از اطراف پیکاپ میکنه تا حالا یه میکروفون بهتر ولی اگر که میخواید میکروفون خریداری بکنید یه میکروفون هست به نام آدیو تکنیکا 21 x آدیو تکنیکا 2100X که یو اس به, میکرو... به کامپیوترتون وصل میشه و میتونید از اونجا راحت صداتون رو ضبط بکنید خیلی میکروفون خوبیه تقریبا پروفشناله بین 60 تا دلار من دیدم که بتونید بخریدش لینکش رو این پایین آره بعد آره خوبیش اینه که قابلیت ارتقا هم داره یعنی چی یعنی اینکه آره تبلیغ نمیشه برای اونا میگی حالا آره بشه دیگه دار بر... نه یعنی مشکل نه تو یوتیوب میذاری مشکل نه نه no. no. قابلیت این ما اسپانسر نشدیم از هیچ از این کسایی که اینجا هستن قابلیت ارتقا داره یعنی چی یعنی که دو تا خروجی داره هم USB داره هم XLR XLR یه چیز پرفشنال تریه برای کسایی که میخوان با میکروفون کار بکنن یعنی اگر که شما فردا روزی تصمیم گرفتید که این پادکست یک نفر رو بکنید دو نفره نیاز نداره این میکروفون رو بندازین دور میشه ارتقا داد میشه یه دستگاه دیگه خرید و میشه از مثلا دو یا چند تا میکروفون این شکلی استفاده کرد نیاز به ستاپ خاصی هم نداره فقط به کامتر وصل میشه به قول معروف پلاگین پلی و خیلی هم میکروفون خوبیه یه میکروفون دیگه هم هست سامسون اس ای ام اس او ان کیو دو یو اونم خیلی میکروفون خوبیه مثل همین اکسلار و یو اس و میشه اونو بین 45 تا 60 دلار خرید یه ذره ارزون تره اگر که میخواین دو نفر باشید بیفتید جانم دوباره یونولیت اومد پایین نه یه میکنم گنجیش خورد تو در خورد اینجا؟ نه, نه، یه صدا از بالا آه دو نفره و به صورت همزمان مثل ما که الان نشستیم کنار هم میخواین ضبط بکنید یه ذره هزینه تو متاسفانه میره بالاتر چون که به ایزی بغیر از میکروفون و حالا یه کامپیوتر به نیاز داریم به نام آدیو اینترفیس ای که چیه که میکروفون ها همه میرن توی آدیو اینترفیس و از اون آدیو اینترفیس به کامپیوترتون وصل میشه یه yes, دو تا میکروفون نمیشه مستقیم به لپتاپ میشه بعضی موقع ها فقط یک تونه میکروفون رو پیکاپ میکنه من روی هم آدیو تکنیکا و این سامسونه دیدم که بعضی یکی از مشکلاتشون این بوده که موقعی که یه دونه دومی رو وصل میکنن فقط یکیشو رو دیتکت میکنه به عنوان میکروفون بعد اونور چه نرم افزاری لازمه توی کامپیوتر به اونا میرسم به اونا میرسم اگه که بخواید دو نفر ثبت بکنید دیزی نیاز داریم به نام آدیو اینترفیس که میکروفون وصل میشن به آدیو اینترفیس و آدیو اینترفیس وصل میشه به کامپیوترتون و اون حالا فقط کارش این نیست که به کامپیوتر وصل بکنه میکروفون ها رو صدا ها رو بهتر میکنه میشه در واقع نویزی که میکروفون ها میگیرن و میشه باش کم و زیاد کرد خروجی هم میده آره خروجی هم میده و چیزی که من دیدم و اکثرا دارن ازش برای دو نفر استفاده میکنن یزی است به نام فوکس رایت اف سی یو اس آی تی دو آی دو یعنی دو تا خروجی دو تا ورودی داره دو تا خروجی داره حالا من اسم اینا رو می نویسم برای همه افراد ام... که خب ام... میگن خیلی خوبیه من اینم توضیح بدم در مورد حالا رکورد کردن غیر همزمان باشه یعنی مثلا کارون خونه خودشون ضبط کنه منم خونه خودم ضبط میکنم اون فقط با دیگه نیازی به این آدیو اینترفیسه وجود نداره هر کدوم باید نه کامپیوتر و یه میکروفون میتونیم کارون رو انجام بدیم ولی خب اون قسمت پست پروداکشن یا پسا پس تولید به قول معروف زمان بیشتری باید بذارید ببینید کلا اینه که هزینه رو باید داد حالا یه هزینهش مالیه یا هزینهش با وقت خودتونه و حال زمانی که صرف میکنید برای ادیت کردن پادکست ها به خاطر اینکه اگر که حالا حالا اون کیفیت چه میدونم میکروفون رو پایین تر باشه شما بعدا باید روی نرم رو وقت بیشتری بذارید که بتونید تولید بیشتری در واقع اون صدایی که تولید میکنید صدای با کیفیت تری باشه و اگر که غیر همزمان ضبط میکنید اون طرف آخر باید این دوتا رو ادیت بکنه و بذاری رو هم دیگه و خب نیازی به اون آدیو اینترفیسه نیست آدیو اینترفیس تقریبا خودش دور بر 150 دلاره که ترجیحا اینو استفاده نکنید اگر که میشه سه تا چهار نفرم که بخواین انجام بدید دیگه اون پست پروداکشن یا پس تولیدش خیلی سخت میشه اگر که بخواین اینا رو همه رو با همدیگه دیگه همزمان بندازین رو هم و اینا اگر میخواین جدا جدا ضبط بکنید برای همین نیاز به آدو اینترفیس دارید که میشه همون زوم H6 که ما قبلا استفاده میکردیم اون خوبیش اینه که شما میتونید هر جایی که بخواین ببریدش دستگاه زیاد بزرگی نیست رو باتری هم کار میکنه و میشه ازش صدای خیلی پروفشنال و تقریبا در حد استودیو میشه ازش گرفت بقیه لوازم جانبی هم که پای میکروفونی که بچه ها اعتقادی بهش ندارن پاپ فیلتره که به این بیویلکی که سر میکروفون های ماست میگن این صدای پ و ب رو یه ذره آره اون بیلویلک یه پ بگو الان که آره اونو بذار ب, ب. پ میبینی اون کیک اولش رو ازش میگیره و نیاز نداره که آدم اون ذهنش فعال باشه موقعی که داره صحبت میکنه میتونه صحبت بکنه و <applause> چی یا میتونه با ذهن غیر فعال نه یعنی نیاز نداره <applause> که مثلا پی رو بدونی چه جوری تلفظ بکنی برای اینکه صدای گوش خراشی نده و هدفون هدفون هم خیلی مهمه که موقعی که شما دارید ضبط میکنید صدای خودتون رو بشنوید که بدونید چقدر صدای بدی دارید موقعی که دارید ضبط میکنید این بایدی هدفونه برای کسایی که دارن شروع میکنن آره به نظر من بایدیه به خاطر اینکه اگه ای یادتون باشه شما اگه هدفون نبود مثلا من رو میکنم به کارون صحبت میکنم و فکر میکنم که داره این زفت میکنه صدای منو و این خیلی میتونه من چقدر بعد نه دا، کلی دارم میگم آره باید یعنی یه جایی میتونه نه خیلی هست آره. مثلا فایتر اند کیت هیچ کدومشون هدفون نمیذارن <تصفيق> <تصفيق> ولی خب اونا چند چندین سال پشت میکروفون گذروندن و میدونن که با این میکروفون چه باید رفتار بکنن اوایلش به نظر من خیلی مهمه که میکروفون داشته باشید هدفون داشته باشید بشنوید صدای خودتون رو که وقتی از میکروفون دور میشید اثرش رو بدونید و بدونید که اگر خیلی اتفاق بیفته خیلی گوش خراش میشه به اینجا رسیدیم که شما اصلا وسایلتون هم خریدید اپیزودتون هم ضبط کردید حالا میخواین ادیت بکنید درسته آره حالا میخواین ادیت بکنید <applause> یا اصلا میخواین اپیزود رو ضبط بکنید حتی به چیه به یه سری برنامه نیاز دارید دیگه به سری سا... سافر نیاز دارید آه... من بگم که ما خودمون از کجا شروع کردیم برای رکورد کردن و اینجور چیزا ما خودمون اول توی کامپیوتر ضبط میکردیم روی برنامه گاراژ بند من به خاطر اینکه اپل داشتم از گاراژ بند گاراج بند استفاده میکردم و خب اون دیگه اپل روی کامپیوترم بود نیاز نداشت چیز دیگه دانلود بکنم و به نظر من کیفیت و کوالیتی خوبی هم به ما میداد ما الان نیاز به ادیتینگمون تقریبا اومده به زیر صفر به خاطر اینکه خودمون تصمیم گرفتیم که اتفاق بیفته دوست داشتیم که اگر که سوتی میدیم بذاریم توش باشه به خاطر یه ذره تره به نظر من و تقریبا ادیتمون صفره قبلا اینطوری بود که ما تمام اپیزود رو مثلا اگر که من یه توپق میزدم ما دوباره ضبط میکردیم اگه یا یادت باشه خیلی هم توپق موقع سخت بود به خنده های بد میافتادیم آره افتضاح بود الان هم به خنده های بد میافتیم آره می نه بعد ادار. یه زمانی اصلا رشته کلام پاره پوره میشه اصلا نمی که چی قراره بگیم آره با اینکه همه رو نوشته بودیم نمیدونستیم چی میخوایم بگیم اصلاً و خب خیلی سخت میشد و ادیتینگش واقعا مثلا ساعت‌ها زمان می برد ولی خب الان خدا رو شکر خود ضبطش من یادم آره. یکی از اون تایم که توی اون مکان ملعون بودیم سه تا اپیزود ما مثلا بوده 6 ساعت اینطور طورا زبط کردیم آره. اینقدر هی وسطش باید پاز می‌دادیم دوباره این فرهاد خندش رو کنترل نمی‌کرد بعد آره الان آره ولی من میخوام یه تجربه بگم که حالا بعدا اومد تجربه تو بگو, بگو اینه که داشتی میگفتی نکاتی که قبل پادکست حالا بعدش و اینا اینه که فکر میکنم یه چیزی باشه به نام مثلا میکروفون چیز افکت یا هر, هر چی که هست مثلا فکر میکنین که پادکست حالا میزنم و همه وسایش دارم و ولی اینی که من تنها نشستم پشت میکروفون نشستم پشت میکروفون آره میگیری و فکر میکنم حالا کاری که شما هم کردین بود که کلا این سری اپیزود قبلش برید این ترسه بریزه. حالا در صحبت میکنه نه نه میشه صحبتو بکنیم این تجربه هر اپیزودی که میره مثلا یه تیکه شما حدس می‌زنیم وسط میگیم بعد این بیچاره ای میگه نه آقا من میگم چون الان نه چون <تصفح> این اسمت پیشم چی داره جزء تجربه خودم آره دیدیم دیگه مثلا ایمان اینا که اومده بودن ایمان اینجا تاعت رو مثلا از اول تا آخرش رو از حفظ جلو هزار نفر بازی میکنه ولی خب اومده بودید جو من خدا اولیش گرفته و خودش هم نمیدونست که لکنت گرفته ولی خب سخته دیگه پشت میکروفون نشستن یه چیز خاص داره برای خودش یه چی میگن یه به قول تو یه سندروم خاص به آدم داره. میده آدم میترسه که داره صحبت میکنه البته اینکه حالا مثلا ما به جای رسیم که میدونیم <تصحبت> چی کار کنیم ولی حالا به نسبی به نسبت خودمون بگم چرا میگم دم صحبت میکنه یکی یه سوال پرسید بود که چجوری جوری شل میکنید موقع زب از کارون بعد بپرسن نه همین حالا به خلاصه حالا بستگی به سیستم عاملی که شما دارید نیاز به برنامه ادیت دارید برنامه های مجانی خیلی فراوانی نیاز داره نیاز نیست که برنامه ای خریداری بکنید آداسیتیه که برای اپل و ویندوز و لینوکس هم حتی وجود داره که آدما میتونن استفاده بکنن هر سیستم عاملی که داشته باشید میتونیدش استفاده بکنید گفتم من خودم به خاطر که اپل داشتم از گارج بند استفاده میکردم بعدش رسیدیم به برنامه لاجیک که پولیه و واقعیتش اینه که من از 95 درصد قابلیت های لاجیک استفاده این نمی کنم <applause> فرق نرم پولی و غیر پولی و مجانی اینه که قابلیت هایی که به شما میده برای پس و تولید خیلی بیشتره اون کارهایی پوست که میتونید پست پروداکشن که قابلیت هایی که بهتون میده خیلی بیشتره برای کارهایی که میتونید روی اون فایل صوتی انجام بدین ولی خب مراتی دیدن که داشت صحبت کردیم توی مصاحبهش میگفتش که less is more توی موقعی که دارید صدا تولید میکنید یعنی هر چی کمتر باش ور بر برید و روش افکت های کمتری بذارید و کیفیت بهتری خواهد داشت بعد تو با لاجیک کار میکنید کارت هم راحتتر شده یعنی اون چون پول واسش دادی و حالا یه اپلیکیشن گرونتر و پولیه کی خیلی به من کمک کرد موقعی که داشتیم رو زوم کار میکردیم یعنی <applause> صداها هر کدوم <applause> با یه مدل میکروفون ضبط شده حالا یه مدل میکروفون ضبط شده بود هر کدوم یه این خاص خودش داشت بعد اینا رو سعی میکردی با این پلاگین های مختلف با این روش های مختلف اینا رو بیای مثل هم تقریبا بکنی گارژ 100 صد درصد اینجور چیزا نداشت ولی از اون برم اوایلش خیلی سخته دیگه به خاطر اینکه خب فقط یه دکمه نداره بزنی خب اپیزود بده بیرون بعد پنجا تا ستینگ قبلش چک بکنی مطمئن بشی همه اینا اوکی و اینا طول میکشه که آدم بهش وارد بشه ولی خب میگم مثلا آدستیتی خیلی ها دارن روی آدستیتی زبن میکنن و خیلی هم باش راحتن سیستم اوم... یه چیز خیلی خوبی هم هست حالا من به خاطری که بازم میگم به واسطه که مک دارم ازش استفاده نمیکنم که اگه مک نداشتم احتمالا از آدستیتی استفاده میکردم. حالا همه اینا رو ما گفتیم من پیشنهاد شخصی من به همه آدم ها اینه که خیلی تمرین کنید یعنی ما خودمون با تمرین کردن شروع کردیم بهتون پیشنهاد میکنم قبل از اینکه برید حتی یک دلار هم یک تومن هم هزینه بکنید یه گوشی بذارید وسط اگر که یک نفرید یک نفر اگه چند نفر این چند نفر روی اون با اون صداتون رو ضبط بکنید موضوعاتتون رو روی اون برید اپیزوداتون رو با اون ضبط بکنید چیه چرا میخواین خراب کنین اپیزود ببین اون مل اون اصحات خنده رو زد دیدم این خندی بعد الان خورده جوری خنده شد انگار من و ببینید که فقط کیفیت صداست که مشکل داره و بقیه چیزایی که دارین در مورد صحبت میکنین مشکلی نداره و بعد برید هزینش رو انجام بدید کانتنتتون رو چک کنید آره ما مثلا خودمون موقعی که داشتیم تمرین میکردیم اگه یه ستاب چند ده هزار دلاری هم به ما میدادن اون افتضاحی که داشتیم به بار می آوردیم و نمی دا جوره نمیشد کمک بهش نمیکرد اگه که بهترین میکروفون دنیا رو هم داشتیم وقتی که نمیتونستیم باش صحبت بکنیم دیگه نمیتونستیم باش صحبت بکنیم و من اینا هم بهتون پیشنهاد میکنم که موقعی که دارید حالا توی فاز تمرین هستید با اطرافیان نزدیک در میون نذارید به همون دلیلی که کارون میگفت به خاطر اینکه <applause> احتمالاً آره اون زخمی که از نزدیک ها میخورید از دور نمیخورید آره من به نظرم کنید راحت خودتون که دارید پادکست رو تولید میکنید و پادکست های دیگر دارین گوش میدید یه سنگ مرک خوبی دارید که خودتون رو انجام بدید و کارتون رو ادامه بدید و اگر که میخواین شروع بکنید قبلش تمرین بکنید ما خودمون چند دین ماه تمرین کردیم شیش, شیش ماه تمرین کردیم فکر کنم یه فصل کامل و ما به صورت تمرینی شیش ماه کم تا چار پنج در واقع زبط کردیم و میدونستیم خودمون مشکلات کارمون کجاست روز اولی که ما خواستیم زبط بکنیم و روز اولی هم که میخواستیم زبط بکنیم بازم با اینکه چندین ماه ما تمرین کرده بودیم هزار تا سوتی دادیم که رفتید شنیدید میدونید داستانشیه. حالا شما همه کاری کردین تمرین کردین ضبط کردین ادیت کردین و الان دنبال انتشارش هستین دیگه میخواین انتشارش رو انجام بدین خیلی سرویس های انتشار وجود داره چندین تا هست ولی من اصلا شما رو کانفیوز نمی کنم. ما روی انکور, انکر،, انکر داریم سیز میکنیم منتشر میکنیم اپیزود اون رو چند تا خوب داره اول که مجانیه شما نیاز نداره هیچ پولی بدید توی ایران یه مدت فیلتر بود الان دیگه فیلتر نیست حالا شاید دوباره فرد فیلتر بشه نمیدونم موضوع برایش اینه که مخصوص پادکسته مثلا ما قبلا روی کلاد داشتیم این کار رو انجام میدادیم و اون برای موزیک ساخته شده بود و خب در واقع اون کتگوریایی که به ما میداد همش در مورد موزیک بود و در مورد پادکست خب خیلی بدتر اومد آخرش که ما اومدیم بیرون برای یه حالا پادکست اومده بودن کتگوری زده بودن و توی اپل, مو... اپل پادکست ما خیلی سختتر شناخته می شدیم این مخصوص پادکست بهتون کتگوری های پادکست میده و پلتفرم های مختلف هم الان می شناسنش یه کار خیلی خوب دیگه هم که انجام میده اینی که اپیزود های شما رو خودش به صورت اتوماتیک روی هفتش تا پلتفرم مختلف پخش میکنه و هم که یه سری پلتفرم باشه که این نشناستشون به صورت اتوماتیک بهتون یه دونه لینک میده که شما میتونید خودتون برید این کار رو انجام بدید که ما انجام دادیم مثلا خودمون بعدم اینکه انکر رو اسپاریفای خریده بر همین پشوانه خوبی داره حالا ممکنه بعدا پولی بشه نمیدونم الان که ما داریم اینو ضبط میکنیم مجانیه و ما خیلی باهاش خوبیم فرق سرویس های پولی چیه خب سرویس های پولی یه سری مزیت به شما میدن که این سرویس های مجانی بتونه نمیدن مثلا اینه که اگر که تو به مزینه فکر کردی که مثلا اگر که شما اپیزود رو آپلود کردین فهمیدین که آخرش مثلا چند ثانیه آخرش رو دیر قطع کردین مثلا موقعی که دارین به هم دیگه فوش میدین صداش اومده این ب... مثلا سرویس ای دیگه بهتون اجازه میده که بدون اینکه کلا اپیزود بیارین پایین فایل آدیوتون رو عوض بکنید یا همونجا ادیتش بکنید یا کارهای مختلف اگر به شما اجازه رو نمیده یا مثلا اگر که سرویس پولی استفاده میکنید مثلا مثل سان کلاود من مثال میزنم چون خودمون روش بودیم یه مدت موقعی که ریلیس میکنید اپیزودو تا چند دقیقه بعدش اینا همه جا پخش شده ولی خب برای انکر باید از چند ساعت قبلش باید این رو آپلود بکنید اگر که میخواین سر ساعت من هفت ساعت قبل رو پیشنهاد میکنم که اینو باید آپلود کرده باشین و برای اینکه سر ساعت این اتفاق بیفته بعد موارد مورد نیاز دیگه هم یه لوگو یا آرتورکه که من بهتون پیشنهاد میکنم اصلا شخصیش نکنید مثل کاری که ما ها میخواستیم بکنیم روی یه سری فیچر میخواستیم لوگومون رو ببندیم که شاید خیلی مال همون موقع بود و ممکن بود عوض بشه و این رو از سینا شنیدیم سینا بهمون گفت که مثلا ریشه تو شاید تو یه مدت دیگه بزنی چرا میخوای ریشه تو کنید لوگو پادکست چه سرطانی بود اون لوگو و لطفاً 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 از, از کسی کپی نکنید این خیلی مهمه مثلا من میرم مثلا مال جوروگنو میبینم میبینم باحال میام کله خودم میذارم یه چشم مثلا میذارم سوم میذارم آره شک یه مدتم برام اون کاوری که میذارن آره آره کپی کرده بود از کپی نکنید اگر که حالا مجبورید با یه گرافیس کار بکنید شاید حالا هزینه داشته باشه یا اگر مجبور نیستید خودتون شاید بتونید با اپ های آنلاینی که وجود داره یه دونه اپ پا... یه دونه لوگو بر خودتون طراحی بکنید چیزی که دیده بودم میگفتن از این اه... چیزای سیمبولای کلیشه هم مثلا بیایم بیرون هدفون و میکروفون و اینا رو توش نذارید ما خودمون توش میکروفون داریم ولی خب بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو نکنید هرچی چی ساده تر باشه بهتره مثلا یه, ل... یه دونه کاوری که من دیدم خیلی باحال بود مال مستی و راستی بود هم. نظر من خیلی قشنگه چی میخوای بگی اینو محکم گرفتی دم لبت چی میخوای بگی واسه همون آرت ورک دوزی میخواستم بگم که الان خیلی یاد داره دستشون رو میشه توی مارکت ایرانی بله. مخصوصا کسایی که توی حالا رپ و هیپ هاپ و اینا کار میکنن و خیلی اختلافات عجیب غریب داره رو, میشه و پیش میاد و همه دارن میزن به تیپ و تار هم و چه آلبوم های اومده بیرون که اون آرت ورکش دقیقا مثل داستان ما مال یکی دیگه, دیگه بوده, کپی بوده و این رو هم بهتون بگم فقط به ازای اینکه رفتی با ای گرافیس کار کردید دلیل نمیشه که اون گرافیس یه چیز اوریجینال و یه چیز اصلی تحویل شما بده ممکنه که از جای دیگه کپی کرده باشن ترجیحاً با آدمای شریف کار بکنن یه, یه سوال راجع به موضوع قبلی بپرسم این انکر که پخش میکنه به حالا خوب. فضای مختلف خب معروفش اسپاتیفای و اسپاتیفای و اپل میوزیک و ده جای مختلف اینا رو پخشن. که الان ما داریم یا حالا بقیه دارن برای هر کدومش پول جداگونه پرداخت میشه نمیشه نه نه همش مجانیه ببین پلتفرم مثل مثلا مثل اپل پادکست و گوگل پادکست و کست باکس و اسپاتیفای و اینا اینا فقط یه پلتفرم گیرنده که از یه جای یه جای اصلی تو یه چیز رو آپلود میکنی اینا از اون میگیرن و مثلا پخش میکنن توی پلتفرم خودشون برای هیچ ما هیچ پولی نمیدیم یه آر فید ما فقط به همه اینا میدیم و اونا هر هفته اینا پول میکنن ببینن که چیز جدیدی اومده یا نه حالا هر هفته شاید هر ساعت این کار انجام میدن چیزی داری بگی در این مورد درست توضیح پس دادم پس اینکه ابتدای بخواد شروع بکنه خیلی راحت میتونه محصولش رو اسپاتیفای باشه آره. باشه چیزی که خب مهمه اینه که شما باید موقعی که میخواین منتشر کنید باید آرت ورک داشته باشید باید اسم داشته باشید همه اینا رو اول باید داشته باشید تا اون پلتفرم‌های مختلف قبولتون بکنند و خب حالا مثلا آرت ورک ها اسپسیفیکیشن های مختلف داره مثلا باید 3000 پیکسل در 3000 پیکسل باشه اینا رو موقعی که میخواین انجام بدید با گوگل سرچ خیلی سطحی میشه اینا رو سه فهمید 3000 آره 3000 در 3000 نیاز به آهنگ آغازین و پایان دارید که خب این تا موزیک لویالتی فری وجود داره که شما میتونید ازشون استفاده بکنید بعضی هاشون مجانی هستن بعضی هاشون نیستن باید مثلا یک با خریداری بکنید ولی اگر که برید لویالتی فری میوزیک سرچ بکنید روی گوگل وبسایت های خیلی زیادی هستن که میتونید ازشون استفاده بکنید خود یوتیوب یه سری اصلا موزیک در اختیارتون میذاره که بتونید به صورت مجانی ازشون استفاده بکنید در, در درست کردن حالا محتوایی که هست من اینم بگم به پادکست ویدیویی اصلا اشاره نمیکنم چون خب اون یه سبک دیگه است یه, یه سری تجهیزات دیگه میخواد و اگر که کسی واقعا میخواد اون کار انجام بده من میتونم توییتر به ما یه سری الان توییتر میتونم به ما مسیج بدن هم به در واقع توییتر خودکست هم به خودمون و میتونیم اونجا جوابتون رو بدیم توی همه اینا اگر که سوالی پیش اومد بپرسید از همون مشکل نداره یه سری سوال از دوستان و چقدر شده خیلی نه یک ساعت نه نه یه ساعت یه سری سوال از طرف دوستان اومد من اینا رو اومدم دستبندی کردم اونایی که شبیه هم بود فقط یک بار میپرسم خیلی ها سوال پرسیده بودن که درآمد از طریق پادکست چجوری اسپانسرینگ توضیح میدی برامون نه چرا ببینید درآمد از طریق پادکست آدم میتونه داشته باشه و کمپانیایی هستن که حالا توی ایران خیلی سختره که اسپانسر میکنن اپیزودهای مختلف و چه جوری کار میکنه اون روش اصلی اسپانسرینگ توی پادکست اینطوری که شما میاید بر اساس هر هزار پلی یه عددی رو در نظر میگیرید مثلا میگید که ما هر هزار پلی هزار تومن میگیریم و با یه شرکتی دادی میبندید میگید که ما مثلا شما میتونید توی 5000 پلی ما 5000 پلی ما رو میتونید اسپانسر بکنید ازشون 5000 تومان میگیرید و مثلا تا موقعی که بشه 5000 تا شما 5 تا اپیزود میرید می براشون چون که فکر میکنید اوریج هر اپیزودتون هزار تا پلی میخوره پنج تا اپیزود میشه و میشه ازش پول در آورد یه ذره سختره چون که حالا شاید پادکستینگ توی ایران خیلی نو باشه و هنوز اون ارزشش رو بعضی از کمپانی ها ندونن که چقدر ارزش داره ولی خب یه چیز خیلی جالبی که اتفاق افتاد توی چهار پنج ماه گذشته این بود که جوروگن اومد پادکست خودش رو 100 میلیون دلار فروخت به سپاریفای فقط برای اینکه توی اسپاتیفای پخش بشه ولی خب مثلا هنوز اون اسپانسرینگش رو میگیره هنوز تبلیغاتش رو میگیره و جای مختلف درآمد در پادکستینگ وجود داره یه ذره سخته بهش رسیدن چیزی میخوای بگی نه درآمد ما از پادکست جوریه اینا میخوایم توضیح بدیم یا نه دیگه نه داریم. نه. داریم دیگه الان داریم خیلی کم اون آره. <applause> ما خب اسپانسر تا الان آقاین منصوری بودن که برای ما این تابلومون رو زدن به صورت مجانی برای زدن گروه ونکوائر به یه سری تبلیغات برای ما کرده بودن و جاهای مختلف حالا سری تبلیغات غیر ریز داشتیم ولی اسپانسر که به ما پول نقد بدن تا الان نداشتیم تنها درآمد ما از یوتیوبه که خب درآمد خیلی ناشیزیه تا الان من دیدم که 24 سنت ریختم به حساب من <applause> 24, <applause> 24 سنت من درآمد داشتم ولی خب <applause> این... چرا این... چرا نفرستادم؟ نمیدونم چرا یه 24 سنت فرستادن مثلا اینطوری که خب یوتیوب شما ویدیوهاتون رو میذارین رو یوتیوب بر اساس هر مقدار اونم هم تقریبا همینطوریه بر اساس مقدار ویوی که میخوره و مقدار اون تبلیغاتی که روی هر اپیزود ما هست یه پولی در نظر گرفته میشه مثلا ما توی هر اپیزود چقدر مثلا دو سه دلار درآمد داشته باشیم که خب میگم ناچیزه دیگه برای وقتی چیزی که میذاریم خیلی کمه که میرسم به سوال بعدیم هر هفته چقدر وقت میذاریم اینو چون هم از من سر کار پرسیده بودن اه برای شخص من دو تا بخش داره وقتی که میذارم حالا ایمان چون کار بیشتری انجام میده بخشش بیشتره برای من بخش اول پیدا کردن موضوع و آماده کردن موضوع بخش دوم اومدن سر ضبطه. پیدا کردن موضوع و آماده کردنش یه چیزی تو بازه سه الا شیش ساعته الان برای من هر هفته یعنی پیدا کردن نوشتن و آماده شدن براش آره مینیمم سه ساعت تا شیش ساعت اینطور آره. معمولا زمان میگیره از من زبط هم که میاییم دو ساعت و نیم سه ساعت معمولا مفیدش دو ساعت و نیم سه ساعت داریم زبط میکنیم دیگه. آره کنم از لحظه ای که حالا شروع کنیم به زبط تا لحظه ای که آخرین اپیزود رو زبط کنیم آخرین اپیزود هفته رو زبط کنیم فکر کنم یه چیزی تو مایه دو ساعت و نیم اینطورا ثبت میشه یعنی توی یه چیزی تو بازه 6 تا 9 ساعت مثلا در هفته از من داره زمان <applause> تو چی تو چقدر از تو که اصلا هیچ کاری نمی‌کنی شما چی خب شما بگی آخه خب ما که فرضت می‌خوام من مثلا شاید اوریجش مثلا یک ساعت یک ساعت آره بالا من هم فکر کنم مثلا برای اپیزودا همون مثلا چهار تا شیش ساعت برای وقتی که میذارم اه... بعد... با... نه نه دارم فقط برای نوشتن دارم و فکر هم... کردن و اینا سر ضبط اومدن حالا من خدا رو خونه من زفت مشکل نداره سری میرسم ولی خب ستاب کردن و اینا مثل تو مثلا سه ساعتم هم روی همونه تقریبا 9 ساعت من تو داریم برای ضبط و چیز وقت میذاریم ادیت الان یه ذره سخت شده به خاطر اینکه خب هم ویدیویی داریم ویدیوی دوتا دوربین داریم ادیت آدیو که خب تقریبا نداریم الان خب داریم به خاطر اینکه دو تا آدیو من باید پردوس بکنم یکی برای ویدیوی که طولانی تره یکی برای آدیوی که کم کاور زدن و نمیدونم اپیزود ویدیو تصویری و ادیت کردن اینا فکر کنم اپیزودی چار و نیم ساعت وقت میبره حداقل 18 ساعت از من کلا دو تا اپیزود 9 ساعت 4 نیم ساعت 4 نیم ساعت درستی دو درسته. هم که نو هم که چیز از من 18 ساعت با تو 27 ساعت 28 ساعت در هفته برای مثلا 3 ساعت اپیزود درسته؟ هر حالا که کلا هستن آخه یه بخش از این تایم آره آره یعنی اون،, اون یک ساعتی که گفتیم اون باید به علاوه مثلا سه بشه داره میاد ضبط هم میکنه دیگه آره آره یه همچین چیزی مثلا فکر کنم ما یک روز برای کلا رو هم دیگه برای تولید دو تا اپیزود نفر ساعت. آره 24 نفر ساعت ما داریم میذاریم برای تولید پادکست سه شب و دو روز آره <laughs> بعد پرسیدن که چیزی که نشیم در این مورد بگیم چطور مخاطب جذب کنیم به نظرت ما خودمون چی این کاری کردیم ببین کنم همه حرف که علی زده بود که میگفت آبراهش رو پیدا میکنه ما کار خاصی نکردیم تبلیغ نکردیم ما خیلی هم بد بودیم تو این موضوع یعنی واقعا اوه. ما حتی تبلیغ منفی میکنیم ام. هر از گاهی یعنی اینطوری بگم که بعضی سر کار و اینا مثلا پیش میاد که از این پرسن پادکست میگم آره گوش ندید بس من اصلا من وقت تلف نکنید اصلا به نمیخوره خودم نمیخوره ولی خب به نظر تو آبرو خودش پیدا میکنی من کلا بعد آدم تبلیغات آدم مارکتینگ و اینا نیستم مخالفم هستم به دلایل شخصی خودم هم نمیاد کسایی که حالا به هر دلیل کار کار پادکست کاری ندارم زندگیشون رو تبلیغ میکنن من نیستم اون آدم انتظار دارم اگه حرفی که من میزنم ما میزنیم محتوایی که ما تولید میکنیم برای کسی ارزشمند باشه اون بالاخره به یه نحوی ما رو پیدا میکنه درسته اگه ما تبلیغ کنیم احتمالا به آدمهای بیشتری شاید به درد شاید آدمهای بیشتری بتونیم بخوریم ولی باورم اینه اگه چیزی کیفیت داشته باشه در واقع همینجور دهان به دهان مثلا منتقل میشه همون که این اتفاقا برای ما افتاده خیلی از کسایی که ما باشیم حرف میزنیم میگه مثلا دوست من معرفی کرد گفت مثلا فلان به نظر این بسته دیگه بیشتر از این تبلیغات بلی... و اینا رو نه ولی خب اگه تبلیغات باشه تو همون هدف تو میتونی داشته باشی ولی اصلا سعی اون چیزا نمیخوام قطعا می‌تونی با آدمای بیشتر آره همون حرفی که آلا. خودت زدی رو یعنی تبلیغات میتونی اونقدر اونقدرم بد یا چیز نباشه نمیگم بده میگم من خودم شخصی نمی خوشم نمیاد من حالا من یه ذره نظر متفاوتی من از دم تبلیغات باید باشه شما به هر حال مثل هر پروداکت دیگه‌ای که داره به فروش میرسه شما دارید حالا براش پول ریال و تومن نمیدن ولی خب داره وقتش رو طرف برای شما صرف میکنه و از باید یه تبلیغاتی باشه یه فضای مجازی باید به حال خودتون رو تبلیغ بکنید اون میگن که تبلیغه یه اعتماد به نفسی رو نشون میده توی چیزی که شما دارید تولید میکنید من نمیگم دروغ بگید یا مثلا از کارهای سخیفی که در امر مارکتینگ داره استفاده میشه هر از گاهی استفاده بکنید ولی به نظر من یه تبلیغات مینیمومی میخواد حتی بعد وقت بذارید با مخاطباتون صحبت بکنید که ما شاید یه ذره توش بد باشیم یه ذره که چه ارز کنم چیز دیگه شما در مورد مارکتینگ و جذب مخاطب نه, نه، مارکتینگ یکی پرسه بود که ما دو تا قسمت رو توی یه روز ضبط میکنیم آره به دلیل اینکه خب بچه ها دور زندگی میکنن هی بخوام بیان و رفت آمده یه ذره سخت میشه و ما ترجیم اونه که جفتش رو توی یه روز زبط بکنیم تمام بشه که بعد دیگه مشکل نداشته باشیم اگر که میتونستیم هم مثلا توی دو روز ضبط بکنیم شاید یه ذره اطلاعاتی که میدادیم به بود ولی ما همه رو آخر هفته شنبه معمولا زبط میکنیم <تصفح> فهمدان که چجوری شل میکنین موقع ضبط یعنی چی کجا رو شل میکنین؟ <تصفح> اینه که چجوری اینقدر ریلکسی این موقعی که میشینید پشت میکروفون دلکسی. آره خب ما اینقدر شلیم که دیگه بس تمرین اومده دیگه کمش حالا عادت کردیم آده... اولش اینجوری نبود اولش صدای مون میلرزید نفسمون در نمی اومد آره به هم خوش که بعد ارتباط مغز و زبان یعنی این جملات و کلمات جاری نمیشد، ولی خب به مرور زمان خارجی ها میگن پرکتیس میکس پرفیکت هر هفته اینو بگو پرفیکت نیستیم ولی بالاخره <تصفح> به مرور زمان یه ذره بهتر شد آره 237 اپیزود رفتیم دیگه هر کدوم از اینا میانگه نیم ساعت هم باشه دیگه شما ببینید چند ساعت وقت گذاشیم روی این تمرین است یعنی اگر که من مطمئنم که اگر ما اون تمرین های اول هم نمی کردیم اپیزود اول که دیگه هیچ وقت نمیخواستیم گوش بدیم شوشکی عجیب آره و به نظر من هر چی تمرین بکنید راحت تر میتونید شل کنید پشت میکروفون موقع زبط یه سوال دیگه هم که پرسیده بودن که بنظرم خیلی جالب بود تو این مدل کارهایی که حالا اجبار روش نیست یعنی ما به خواست خودمون اینجا این برای زندگی کردن ده. که این کارو انجام بدیم بعدمون نمیاد زندگیمون هم بچرخونه ولی خوب. یه نکته که خیلی مهمه میگن شما باید لذت ببرید از اون تایمی که دارید اون کار رو انجام میدید مثالش حالا ایمان شاید بیشتر بدونه تو مثال بازی میگن میگید شما میرید مثلا یه بازی کامپیوتری رو انجام میدی اگه دیگه خیلی داره میره رو, رو مخت دیگه خودخوری داری میکنی اصابت خورد میشه اون موقع میگن از اینو باید بذاری کنار یعنی مجبور نیستی اون کار رو بکنی تو داری لذت با... یعنی کار رو انجام میدی که ازش لذت ببری اینجام هم همینه اینجا باید حالا محیط یه جوری باشه که ما میای میشینیم لذت ببریم اگه ما لذت ببریم من باور دارم که بالاخره یه سری آدم هم هستن که از شنیدن ما لذت میبرن ولی اگه اون ور قضیه من اینجا بشینم به زور مثلا حوصلم سر بره یا اصلا جذب بحث نشم قطعا تاثیرش رو روی شنوندهام هم میذاره یه فضایی باید باشه که حال کنید ما اینجا میایم میشینیم شبیه زندگی عادی مونه خودمونیم تقریبا یه ذره الان فهمیدم که سانسور یه <applause> آره ولی اگه مثلا چون ما بخوایم بریم نمایش بدیم یا من تو توییتر دارم مراعات میذارم کنار رو دیدید دیگه <applause> یه کار دیگه بکنید احتمالا از لذت کم میشه خلاصه کاری که اگه میکنید که ازش لذت ببرید قطعا یه سری آدم هستن که از شنیدنش لذت گفتم من مثال زدم که اولین شنونده پادکست خودتون خودتونی یعنی اگه شما ازش لذت نبرید مطمئن باشین هیچ دیگه از این لذت نمیبره اگه که مثلا واقعا شما دارید به زور یه کاری انجام میدید این توی طول اون اپیزود که مردم در میشتن واقعا شنیده میشه که این طرف واقعا برای اپیزوده اونجا نیست و از سر اجباره که اونجاست چیز دارید بگید یا برام بعدی آخرش گفته بودن که با قضاوت شدن چه جوری کنار اومدین در ملای عام این همه آدم براتون مسج میذارن این همه نقدتون میکنن چه جوری با همچین چیزی کنار اومدین من به ما اصلا درش خوب نیستیم یعنی من اینو خود حالا شخصا من درش خوب نیستم ما در طول روز شاید 100 تا کامنت خیلی مثبت میگیریم ولی اگر یه کامنت بیاد که مثلا چرا فلان ابرود کجه اون روز آدم خراب میکنه من اصلا با اینکه اینجا میشینم میگم که قضاوت رو باید درست انجام بدید باید نقد پذیر باشین فلان و اینا اصلا توی انسان این نمیره که نقد پذیر باشه به صورت واقعی و خب حالا میگم شوخیه ولی ما واقعا درش خوب نیستیم خودمون هنوز روی افکار ما اثر میذاره روی روحیاتمون اثر میذاره ولی خب باید اینو در نظر بگیرید که صد نفر دیگه دارن از شما تعریف میکنن و تعداد کسایی که دارن ها رو گوش میدن و چی نمیگن اونم سکوت علامت رضاست دیگه نه لزومه. چرا خب اصلا گوش نداره یک روزه حال نداشته ولی هی گوش میده چیلنگو بگیره رو تو خب هی گوش بده دادم گوش نه ولی فکر کنم حالا ما خداروشو جزء مقدار پلیر رو دارم نگاه میکنم دیگه خوشبختایم یعنی اونقدر خیلی آره میگم صد به یک واقعا, ده ده. که واقعاً. و اگرم که آره انتقادی میشه خیلی محترمان هست آره چون که یه کامنت میاد حتی مثلا آره حالا اینو میگی ادبیات انتقاد خیلی به نظر مهمه اگه یکی که میخواد از شما انتقاد کنه ادبیات مناسب به کار ببره حداقل تا حالا اینجوری بوده خیلی ما راحتتر برامون با اون قضیه کنار بیایم و اصلا انجام بدیم ولی اگه ادبیات حالا بد باشه اون یه مقدار کار رو سخت میکنه تو کنم تو همه زمین هم همین هست دیگه اینجوری کنار میایم سختاشو که فشار میاد به بچا آره اگه ادبیات مناسب اصلا باشه اصلا تو هیچ فشاری نمیاد ها فکر آخه این مثل نه. بچه رو <تص> ادبیات مناسب باشه و به جا هم باشه خب چرا که نه سعی میکنیم درست در آخرم من پیشنهادم به همه که آقا شروع کنید اگر که میخوایم پادکست بزنید از همین اولم هم شروع کنید همین الان شروع کنید بهتر از اینه که از یه هفته دیگه شروع کنید فکر به تجهیزاتش نکنید روی همون گوشی تلفن همراهی که دارید میتونید ضبط بکنید و هرچی که راحت تر بشید میتونید در گفتگوتون رو بهتر بکنید طرز ارائهتون رو بهتر بکنید میتونید به جاهای بهتری برسید من تنها پیشنهادم به آدم اینه که شروع بکنید اگر سالی داشتید من در خدمتون هستم نمیخوای جالب بگی خیلی طولانی شد ببخشید نه چرا شده میتونم بگم <تص> یک ساعت رو بگیم یه دونه جالب آره بگو بگو آره یه یزی هم بگم بهم. یه سری ها اومده بودن مسیج داده بودن که آقا اون طرفی که زنبور گفته بود اگه باستنتون رو بزنه آه. اه، چیزه کروناتون خوب میشه چرا شما نرفتین در مورد زنبور درمانی تحقیق بکنید راست بی. اینو اینو حالت من خوب شد گفتی اینو حسین هم برای من فرستاد به. یه تحقیقاتی ظاهرا انجام شده که توی همون چین و حتی شهر ووهان اونایی که توی زنبور داری کار میکردن این تحقیق اگر اعداد درست یادم مونده باشه از 1500 نفر مثلا 700 خورده ای توی چیز بودن ووهان بودن هیچ کدومشون نگرفتن خب چیز رابطه مشخص ولی ممکنه یه کورلیشنی باشه بین اینکه تو در معرض نیش زنبور باشی و کرونا نگیری کورلیشن میگم این ریلیشنش کازیشن نیست یعنی دلیل کرونا نگرفتن لزوما نیش زنبور نیست ولی ممکنه یه رابطه ای باشه بین اینکه شما مثلا نیشه زمور باشه کرونا نگیری یا خفیف باشه این هنوز تایید نشده هنوز صد درصد هم یه همچین چیزیه اون حرف هم که اون دکتر زده ممکنه یه تاثیراتی دکتر داشته دکتر بود. نبودن ایشون چرا که دکتر زدادن، بودن دکتر بودن, آره دکتر. توی فکت نامه هم در موردش نوشته بود چندین صفحه برید بخونید همون همیزی که کارو میگفت رو نوشته بود که یه رابطه‌ای هست ولی هنوز نه تایید شده نه تکذیب شده زمانی انتن... که تایید بشه مردم دنبال زنبور ها نه ها من هم گفته بود جاش هم مهم نیست اون میگه چون من خوابیدن به شکم اونجا میزنم ولی جاش هم مثلا زانو بزن یه چیزی که جالب بود برای این هفته وقتی که اینستاگرام چقدر جالب بود این بود که یکی از دوستام یه استوری گذاشته بود در مورد آقایی که هشت ماه توی یه ایرپورت یه فرودگاه در واقع زندانی شده بوده اینجور که مثل اون فیلم ترمینال آره. 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 و حالا داستان این آقا مال دو سال پیشه ولی دوبه کار میکرده سالتا سوریه ای بوده و وقتی که دیگه کارش دوبه ویزاش یعنی تموم میشه که ویزای کارش رو تمدید نمیکنن و اون موقع هم سوریه جنگ بوده البته این خبر مال دو سال پیشه شاید واقعیتش قبل تره و کلن دولت سوریه میخواسته که این شخص برگرده حالا یا همه شهرونداش برگردن واسه جنگ و اینا این هم تو خونش نبوده که جنگ بره <تصفح> ما این کاری نیستیم رفیق میخواسته بره یه کشور دیگه و اینا ولی ویزا نداشته و مثل اینکه پاسپورت اصلی خودش هم ازش میگیرن و خلاصه توی فرودگاه مالزی ام آم. خب. اگه اشتباه نکنم یا ترکیه ایشون هشت ماه میمونه به خاطر اینکه نه اون کشور اون کشور میذاشته برگرده تو کشور نه میخواسته بره پاسپورتی داشته که کجا همی تو همین تو فرودگاه اینطوری رو صندلی و اصلا دیگه خیلی, خیل راحت میتونی بلندین بکنی دیگه میتونی همه و... اونجا خوابیدن دیگه توی فرودگاه نه از اف... بعد اصلا این قضیه که خیلی برای من عجیب بود که این مگه میشه مثلا آقا مگه اون چک نمیکنن اون فرودگاه خالی نباشه ولی خب مثلا اینکه حالا اون منطقه اون ویتین اریای چیزی که بهش میگن میتونی باشی دیگه بعضی از فروشگاه ها قانونی, قانونی میتونی باشی, با از این حالا هشمو که عددی نیست آره. اون مثال ایرانی اونو داری؟ آره بعد جالب شد برام یه اصلا یه ویکیپیدیا پیج هست واسه افرادی که توی فرودگاه بودن و هستن الان همین الان من میتون... میتونم به شما بگم الان چی تو فرودگاه هست. در حال حاضر سه نفر تو فرودگاه دنیا هستن لیست ایرانی, ایرانی هم داریم ای نه ایرانی داریم شو. یکیشون برزیلیه که تو فرودگاه برزیله یکیشون خب برانشون نزدیک هم بخونه چند سال چند <applause> سال این همین همین الان رسیدن پرواز هم دارن تو بیس سال اون ایرانی که من بگه همین چند ده سال تو فرودگاهه نه آره ای... اون رکورد... ایرانیه 17 سال نزدیک به 18 سال 18 سال آره خیلی اون معروف بود اون مشکل, مشکل آره. مشکل دیگه ای داشت ب... نه ببخشید چه... چهار چ... چهار, چهار نفر چهار نفر هم که تو فرودگاه هنو و اینو هر رو خیلی عجیب نرسید بودن من آره اینه چی میخواستم بگم خب حالا اگه تو فرودگاه دو بگرد اما... چیز بوده استانبول بوده خب خوش میکنم ولی بعضی از فرودگاه نمیشه بگم مثلا فرودگاه سیدنی فرودگاه سیدنی رو میبندن و همه رو میکنن بیرون اصلا بین ساعت فکر کنم 12 شب تا 5 صبح فرودگاه رو کامل می‌بندن 24 ساعت آره نه بعضی از فرودگاه‌ها چیز داره ولی بله حالا جالبی که این آقایی که سوریه بالاخره پناهندگی می‌گیره میاد کانادا الان هم ونکوور این هم خب یه رو بیاریم اینجا در مورد سوریه صحبت کنیم اون ادوارد سنودن هم 39 روز توی فرودگاه بوده فرودگاه خیلی 18 سالی که فکر کن یارو 20 سال اون برزیلیه تو لیمبو باشه لیمبو باش بیا پول از کجا در غذا میخوره کجا مثلا اینکه باید غذا بده خب فکر کنم مشکلش ولی غذا هم بهت میدن نه خب پول چه چه 18 سال لباس چه چه می خری بچت به دنیا میاد تو 18 سال شما توی فاملی شما یه بچه به دنیا میاد مرد تنهایی 18 سال این یه آلا مسافر رد یه یکی دل تو میگیره اونم نگرش میداری داست ساده ما داریم میخنیم خیلی داستان <تصفح> <تصفح> قوانگیزی یارو تحت شرط عجیب قریب توی اون چیزی کسی مسلما نمیخواد 20 سال تو فرودگاه باشه نه ولی خب سوالی پول از کجا میانه خب آخه ایشون برزیلیان تو برزیلیان میشه برزیل بریزیل میشه که نه من این نیست طرف برزیله تو فرودگاه برزیل نکنید چی اونو نمیدونم ولی اون ایرانیه مثلا دونیشنش می میشد مثال معروفیه اون بله بله بریم خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی سون پادکست توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و میتونید ما رو به صورت تصویری از یوتیوب تماشا بکنید ما میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم خدافظ 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 خدا, فز. خدا, فز. خدا, فز. خدا فز.